خداوند یکتا و به همتا بیننده های خوب تلویزیون آریانا سلام، وقتتان بخیر. به خاطر تهیه دومین گزارش صبح و زندگی آمده ایم به منطقه یخدان گذرگاه شهر کابل تا ببینیم و از حال و حوال شهروندان ما آگاه شویم، ببینیم که در چه حال و حوال هستند و چه قصه های با خود دارند، صبح را چگونه آغاز کردند، امروز کار خود را به چه فال میبینند و فال نیک میبینند یا نمیبینند و بالاخره از زندگی چه قصه های دارند. اما قسمی که شما میبینین ازدحام ترافیک و یا موترها خیلی زیاد است. ما وقتی که گزارش خود شروع کردیم ازدحام و یا امو رابندانی که بود، موترها به شکل بطی را میرفتن، او حالت دیگه آل نیست. موترها میبینین که روان است و یا در حرکت است، میرن به طرف شهر. خب از طرف صبح به دلیل ازدحام زیاد میباشه، رابندان زیاد میباشه، به خاطر از اینکه مردم همگی به طرف شهر رجوع میکنن. بیشتر مردم میفهمین که در داخل شهر کابل مصروف کاربار هستن، یا دکان دارن یا دفتر دارن یا بالاخره یک مصروفیت دیگه است، یا به وزارتخانه میرن. اکثر وزارتخانه داخل شهر کابل است، به او خاطر مردم زیادتر به طرف شهر میرن و موترها مجبور هستن که در این مسیر کار بکنن. یعنی ببینین دو سرک که اینجا وجود داره، هر دو سرک به طرف شهر است، یک طرفه شده، در حالی که سرکی که او طرف است به طرف باید به سمت چلستون و خود پل گذرگاه جنگلک و دیدانا و ایجا باید او موترها میرفت. اما به خاطر از اینکه ازدحام زیاد است، تعداد موترها زیاد است، رفتن مردم به طرف شهر زیاد می باشه از طرف صبح، به او خاطر جاده یک طرفه شده، یعنی اردو جاده یک طرفه شده. خوب است که بریم امرای دو سه دکانداری که اینجا وجود دارن یا مصروف کار هستن، امرای از اینا صحبت بکنیم صبح را چگونه آغاز کردن. بدون شک شما یک تعدادتان شاید خواب باشین، یک تعدادتان هم شاید بیدار باشین، اما یک تعدادی که بیدار هستن کسبکارا صبح وقت میان به کار، یعنی میگن کسی که صبح وقت از کار از خواب بیدار شده میتونه و کسانی که نماز صبح را ادا کرده میتونه خوب خوشا به حالشان، و یا اگر کسی فقط صبح وقت هم بیدار شده بتانه، اونا در هر کار موفق میباشن. یعنی کاری که در گل صبح انجام میشه هیچ وقت دیگه انجام نمیشه. مثلا شما ورزشکارا رو ببینین در گل صبح وقت میرن ورزش میکنن، خیلی خوشایند میباشه، شکم خالی میباشه، بدن استوار میباشه، از یک استراحت خوب برخوردار میباشن. اما کسانی که از طرف دیگر رو پس از شش ورزش میکنن، آنقدر فکر میکنم مفید شاید واقعی نشه نسبت به صبح. کاکا سلام، چطور هستین؟ صبحتان بخیر. اینه نگوین که در گل صبح ما اول شما را گرفتیم. بیاد خدا باشه قربان. نام شما چی است؟ نام نوراغا است. کاکا نوراغا، کارتان بگو که مزاحمت نشیم. این کسب علبی سازی است؟ بله. حدودا چند سال میشه این کار را میکنی؟ شاید دروغ نشم تقریبا یکم 30 یا 25 سال میشه. کسب پدری خونه است؟ نه خیر، نه خودم شاگردی کردم. دمی دکان چقدر وقت هست هستین؟ یک سال میشه. چند بجه صبح به کار آمدین؟ همه صبحی که وقت هم یادم باید نماز اگه خوان باید سر وظیفه خود حاضر باشه، اگه دکاندار باشه یا مثلا هر کاری که باشه. مقصد امروز ساعت چند آمده؟ امروز دروغ نشد 7:30 بجه یا 7 بجه آمدم. 7:30 یا 7 صبح به خانه؟ بله 7 صبح. امروز چگونه آغاز کردی به نظرت؟ خوشایند است ان شاء الله. خوشایند است. فال نگ گرفتی؟ بخیر ان شاء الله. امروز چه توقع و چه امید داری؟ امید از خداست که برادر کار غریبی زگه، مقصد که یک لقمه نان حلال پیدا کنیم برادر طرف خانه خود بر اولادای خود بریم. فامیل چند نفر هستین؟ الحمدلله شکر 9 نفر هستیم، 7 اولادای ما تا خودمون 9 نفر هستیم. بسیار خوب. چند نفر کار میکنین در خانواده؟ من خودم هستم. فقط هم یک نفر و اینم یک دکان اقتصاد خانواده تانه؟ بله خودم هستم. بله تشکر، زنده و آباد باشین. چای بخورین. سلامت باشین شما. بیننده گزارش شما به گونه زنده از ساحه یخدان گذرگاه شهر کابل که مربوط ناحیه سوم شهر کابل میشه هستین. تابوت، آنچه که نسبت به سالهای گذشته بیشتر فروش داره در افغانستان و بیشتر تولید میشه، سلام علیکم، خوب هستین؟ باش کمرای شما یک در گپ بزنیم، سرچای هم گیرشان کردیم. السلام علیکم، چطور هستین؟ صحت شما خوب، خیریت قراریست؟ گندم بریان میخورین؟ این گندم بریان است؟ آه.
پښتو کې ورته نینې وایي. هو ډېر ښه. دلته څه شی خرڅوئ؟ دلته تابوتونه خرڅوو. دا هغه دي، دا کپان ده او دا جنمازونه دي. قرشي ژبونه هر شی څه جنازې دپاره په کارېږي همدغه ځینه یې اخلي. هو ټول شی دلته ځي. څومره ښه، زم پیسې درکوم. یو څو روپۍ تیار هر شی ماته وساتئ. صحیح ده، سمه ده. که نه کیدای سي د افغانستان کې ژوند باندې هېڅ اعتبار نشته. که نه نن به یم، سبا ته به نه یم. هو دا دنیا نو پنځه شپې ده. څو روپۍ کېږي یو مړي دپاره هر شی څه واخلي څوک؟ دا خو داسې ده، زموږ رقم شی لرو. دا کفن چې ده دغه په مثلا سل روپۍ ورکوو، هغه چې ده اویا روپۍ ورکوو. دا جنس تر جنس. پارسي خو راسره خبرې کوی سي؟ پارسي و ولې سم خو په دې خاطر فارسی وویل لږره چې هغه منګه فارسیوانان خلک چې دي که نه پښتو ورته سخت ده. که نه اما پښتانه خلک بیا فارسی باندې پوهېږي. که نه خو بر ما بگو، بر یک جنازه چه چیزا ضرورت است که شما دارین اینجا؟ اینجا ما کفن داریم، تابوت داریم، دیگر لوازم غسل داریم، جنماز داریم، تسبه داریم، همین قرآن کریم داریم. اما چیز خواست، برای یک جنازه چی چیزا ضرورت است که میاین بر شما از شما میخرن؟ اینجا همی کفن است، چی جنماز، تسبه، تابوت، همی کل شکار داره. کل شکار داره؟ برای یک جنازه چقدر پول میشه وقت همه چیز را بگیرن؟ یعنی 5000 مثل 6000 مثل یو صدا پرخ داره. مثلا جنس تا جنس پرخ داره. جنماز مثلا ما 200 داریم، 150 هم داریم، 100 هم داریم، جنس تا جنس. شانه هم برای جنازه میگیرن؟ نه، به خاطر چی؟ به زنه میتا. برای خانما؟ خانما میتا. سر شانه میکنن وقت شستن چطور؟ سر شانه میکنن. خب مثلا این رواج است. اینا بورس میگیره، مثلا اینا چی کوزه و چیزا کل شکار داره. خانه شما کجاست؟ میدان شهر. اینجا مسافر هستی؟ مسافر. شب و روز هم اینجا بینید؟ شب و روز هم اینجا. گندم بریان هم از وطن آوردی اتمن؟ وطن آوردیم. اینه میره امرای چای نان میخوری؟ بسیار خوب. اینجا خوب مزایمت چیز نیز برد؟ نه. کاربارت خوب است؟ نه خوب است. راضی هستی؟ از خوب. امروز صبح چند بجه بیدار شدی از خواب؟ ما ساعت 5 بجه بیدار شدیم دیگه، قرآن کریم خواندیم دیگه، چای خودیم دیگه. دیره من نه خیر روزی. مختلی خانم. من نه. بیننده گزارش صبح و زندگی تلویزیون آریانا به گونه لایو یا زنده از ساحه یخدان گذرگاه شهر کابل هستین. ما بوتای ما میپوشم، پس از او با شما خداحافظی میکنیم. اما خوب است تصویرها رو ببینین که رفتار موترها چگونه است. بازم ازدحام به وجود آمده، رابندان است و یا ایست که موترها به گونه درست روان است. بله، شکر خدا که رابندان نیست. خیلی تشکر عزیزان گرامی که تا این لحظه بیننده گزارش شما بودین. با امید سربلندی و موفقیت هر کدامتان، اگر شما میخواین که گزارش ما را به گونه تکرار بیننده باشین، لطفاً سر بزنین به چینل یوتیوب هماین افغان یا چینل یوتیوب آریانا تیوی و گزارش فعلی ما را به گونه تکرار و گزارش هایی که در گذشته ساختیم و یا آینده میسازیم او را هم به گونه تکرار بیننده بوده میتونین و نظریاتان را همچنان در کامنت به ما بنویسین و با ما شریک بسازین. وقت خوش، خداحافظ. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.